سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدید. شمار کشته های زلزله در غرب کشور تا سه‌شنبه شب دست کم 430 نفر گزارش شده، بیش از 7000 نفر هم زخمی شدند. پزشکی قانونی البته میگوید عده‌ای بدون دریافت مجوز دفن شدند که این آمار کشته شدگان را بالاتر میبرد. انتقاد از تاخیر در کمک رسانی هم بیشتر شده. خیلی از آسیب دیدگان از نبود آب، برق و سرپناه شکایت دارند. همزمان حسن روحانی به سرپل ذهابی که از شهرهای به شدت آسیب دیده رفته و در آنجا قول امکانات را داده. جزئیات بیشتر از مسعود آذر. زلزله آمد و رفت، اما آرام آرام عمق فاجعه نمایان می شود. آوارها که برداشته می شود تازه معلوم می شود چه خاکی بر سر مناطق غربی ایران ریخته. صدها نفر کشته شدند و گفتند بیشتر هم می شود. بیمارستان مملو از زخمی هاست. جای سوزن انداختن نیست. هزاران نفر هم زخمی شدند. دو شب از آن شب لرزان گذشته. صدها هزار نفر دیشب را بیرون از خانه ها لرزیدند. بیشترشان بدون یک چادر. کمک هست یا مسئولان میگویند در راه است، اما خیلی ها از روند کمک رسانی راضی نیستند. حداقل چیزی که ممکن یه چادری که سرپناهی باشه برای زن بچه ما، فقط. امکانات اولیه هم نیست. الان بچه دارن از گرسنگی اسیدی میمیرن، ولی افسوس هیچ کس رسیدگی نمیکنه. رئیس جمهوری هم برای تسریع در کمک رسانی و ابراز همدردی در سر پل ذهاب حاضر شده. همه امکانات رو ما بسیج میکنیم برای اونهایی که نیازمند به چادر هستند در این روزها و شبها، به خاطر ناامن بودن ساختمانهاشون بتونن استفاده کنن. همچنین حسن روحانی به تخریب شماری از ساختمانهای مسکن مهر واکنش نشان داد و گفت دولت مقصران را شناسایی میکند. اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده. معلومه پس اشکالاتی وجود داره. جدیدترین آمار میگوید حدود 2000 روستا و شهر در معرض این زلزله بودند. 12000 خانه 100% تخریب شده و 15000 خانه به تعمیر نیاز دارد. دانشگاه دورهام بریتانیا از نظر زمینشناسی زلزله را بررسی کرده. گفته دو صفحه تکتونیک یا ورقه های زمین ساختی کره زمین وجود دارد. یکی صفحه عربی و یکی صفحه اوراسیایی. صفحه عربی سالی 2 سانتی متر به سمت بالا در حرکت است و این حرکت ناگهانی است که زلزله ایجاد می کند. ایران در تبع این حادثه بزرگ است. عزای عمومی اعلام شده. با حال روز مردم استان کرمانشاه و اطراف، زلزله فعلا مرگ دارد و آوار و آوارگی و دیگر هیچ. مسعود آذر، بی بی سی. امیر از سرپل ذهاب با ماست. امیر، ممنون هستیم که با شرایطی که الان دارید از زیر چادر با ما صحبت میکنید. یه مقدار میخواستم از شرایط اونجا بیشتر برای ما بگید، از هوا آیا سرده یا نه، چه امکاناتی دارید؟ بله، الان هوا که رو به سرد میره، هوا بیشتر سرد شده. امکاناتی هست که داریم، وسایل گرمایشی نداریم، فقط پتو داریم و چند تا تشک و متکام. اینا به جز اینا ما وسط گرمایشی نداریم. وقتی میگید ما، راجع به چند نفر صحبت میکنید و آیا همه امکانات مثل چادر دارند یا نه در فضای باز میخوابند؟ نه، بیشتر مردم چادر دارن، ولی بعضی هستن، بعضی خانواده هستن که هنوز چادر دارن و در فضای باز هستن. بعضی هم چادر دارن، اما چادر هلال احمر، چادر مسافرتی که واقعا هم کوچیکن هم سردن داخل چادرهای مسافرتی. آیا به شما گفته شده که تو شما چند وقت، میدونیم حالا به هر حال یکی دو روز اول هست، هنوز چیزی زیاد مشخص نیست، اما آیا کسی با شما صحبت کرده، گفتن که تا چند وقت وضعیت به این شکل خواهد بود؟ آیا روشن هست که کی کمک های بیشتر به شما میرسه؟ کمک ها که کلن مردم دارن میارن، کمک ها رو فردا قرار شده کمک های بیشتری هم بیاد.
اما مشخص نیست که چند وقت این مشکلات ادامه داشته باشه و قرار باشه زیر چادر زندگی کنیم. مشکلاتی هم که اینجا پیش اومده حداقل 3-4 ماه حداقل ما آوارورداری داریم بعد از پایان این پس‌لرزه‌ها حداقل 3-4 ماه باید آوارورداری داشته باشیم و ساختن دوباره خونه‌ها هم حداقل 4-5 ماه هر خونه این طول می‌کشه. واقعا سخت است تو این شرایط زندگی کردن. در مورد امکانات گفتید، ممکن هست که بگید که فکر میکنید چه چیزهایی الان بیشتر مورد نیازتون هست؟ اگر الان بخواید کمک بگیرید چه کمکهایی لازم دارید؟ الان کمکهایی که داره میشه بیشتر غذا هست و کمکهای پوشاک بیشتر میاد، مثلا گرمایشی مثل پتوینا داره میاد، اما الان ما به پوشاک نیاز داریم برای بچه ها، پوشاک بچه، وسایلی که برای بچه ها لازمه، شیر خشک، شیشه شیر، اینا خیلی لازمه تا که بچه ها. امیر واقعا ممنونم از شما. امیر از سرپل ذهاب با ماست، یکی از زلزله زدگان هستن. امیر، با وجود اینکه میزان خسارت‌ها و تعداد کشته‌های زلزله اخیر در عراق به مراتب کمتر از ایران گزارش شده، اما مردم نگران آسیب دیدن سد دربندی خان هستند. یک نماینده مجلس عراق هم گفته که این سد ترک‌های زیادی برداشته و وضعیت خطرناکی دارد. این نماینده گفته دولت عراق باید به سرعت برای سد کاری کند. سد دربندی خان در شمال سلیمانیه قرار دارد و بیش از 60 سال از ساخت آن می‌گذرد. امروز در ایران عزای عمومی بود به خاطر قربانیان زلزله‌ای که بخش‌های عمده‌ای از غرب ایران را به طور گسترده تخریب کرده. بسیج عمومی برای کمک رسانی در کشور آغاز شده، اما بسیاری از ساکنان منطقه می‌گویند امکانات اولیه به درستی به دست نیازمندان نمی‌رسد. حسن روحانی به منطقه رفته و قول داده همه امکانات را فراهم کند. بیش از 48 ساعت بعد از زمین لرزه در غرب ایران، شمار کشته شدگان و زخمی‌ها هم همچنان رو افزایش است و به ویژه که آمار کشته شدگان در روستاها آرام آرام به دست میرسد. دسترسی به بعضی از این روستاهای آسیب دیده به خاطر صعب العبور بودن بسیار مشکل است. اجازه بدید اول تازه ترین خبرها را بشنویم از نشتیمان اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان که از کرمانشاه با ماست. ممکنه کمی بیشتر در مورد اوضاع دو روز بعد از حادثه به ما بگید آیا آرام آرام به آسیب دیدگان کمک میرسه یا نه؟ بله، امروز کمک‌های مردمی از شهرهای نزدیک به دستمون رسیده و همونطور که اعلام کردم بقیه کمک‌ها هم از دیگر شهرهای غرب کشور در راهن. آب برخی مناطق وش شده ولی بازم خیلی از مردم دو روز آب و غذا نخوردن. هرچند امروز تا حدودی کمک‌ها رسید و بین مردم هم چادر و پتو و غذا و آب هم پخش شد، ولی بازم این اقلام کمکی کفایتی نمی‌کنه. موردی که می‌خواستم عرض کنم، روستاهای شهرهای اطراف خصوصا روستاهای سلاز باباجانی هستش که این روستاها بیشترشون با خاک یکسان شدن و ساکنان این روستاها بدون آب و غذا و سرپناه موندن و هنوز هیچ کمکی دریافت نکردن. خیلی از مردم که من باشون صحبت کردم بستگانشون تو اون روستاها موندن و خواستن که هرچه سریعتر به این مناطق رسیدگی بشه. متاسفانه امروز و دیشب هم چندین بچه بر اثر سرما جونشون رو از دست دادن. من بازم عرض می کنم نیاز مبرمی به چادر، پتو، وسایل گرمایشی، آب و غذا، ترجیحاً خشکبار، خرما، نان و تا جایی که امکانش هست وسایل بهداشتی برای زنان و بچه ها داریم و امیدواریم که هر چه زودتر کمک ها به دستمون برسه تا بتونیم بین مردم پخش کنیم. صحبتی که ما با کسانی که با برنامه هشتگ شما تماس گرفتن داشتیم، همینطور روی فضای مجازی بر اونور دیدیم، این هست که به روستاها خیلی کمک نشده. شما هم الان به این موضوع اشاره کردید، اما کمک های مردمی رو خیلی راجبش صحبت می کردند. آیا این کمک های مردمی وقتی مردم میان داوطلبانه کمک می کنند مشکلی رو حل می کنه، یا فکر می کنید که بهتر هست که نهادهای مسئول وارد قضیه بشن؟ ببینید، وقتی من امروز با این مردم صحبت کردم، اون چیزی که تو چهره این مردم مشاهده کردم وحشت زدگی
عجیبی رو دیدم. اونها از این وحشت زده هستن که هنوز اونطوری که باید و شاید کمک رسانی ساماندهی نشده و خیلی گلای مندند از وضعیت کمک رسانی و نهادهای دولتی که قرار بهشون کمک بشه. کمک شده ولی بازم میگم این کمک هایی که شده کفایتی نمی کنه. متاسفانه در روستاهایی که من عرض کردم به علت دور بودن یا صعب العبور بودن راه هنوز کمکی بهشون نشده. کمک هایی که به این مناطق میرسه همون در ابتدا در سرپل زهاب تموم میشه و ما از مردم خواهش کردیم که بیشتر کمک هایی که میرسه به دست این ساکنان روستاها برسونن که حداقل بتونیم کمی از آمار مرگ و میر کم کنیم. شما اشاره کوتاهی کردید به این موضوع، اما نوع کمک ها باید چی باشه؟ به هر حال یک میزانی از کمک ها روشن هست که مثلا سرپناه، وسایل گرمایشی، پتو، لباس گرم، اما اشاره کردید به وسایل بهداشت شخصی و همینطور کمک برای بچه ها. دقیقا چه چیزهایی لازم هست برای اونها؟ ما در اینجا شاهد زنان باردار هستیم، شاهد بچه‌هایی هستیم که به شدت مریضن. این وسایل بهداشتی که من گفتم خیلی کمک میکنه، چون طبیعتا اگه وسایل بهداشتی که ما میخواییم در اینجا نتونیم به مردم بدیم، بیشتر بیماری هایی که اکیپ های هلال احمر و کادر پزشکی ازش میترسن به خاطر سرمایی که در این منطقه حاکمه هرچه سریعتر انتقال پیدا میکنه و بازم خودش این یه مشکل بزرگیه. ممنونم از شما نیشتمان اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان از کرمانشاه با ما. متشکرم که با ما صحبت کردید. همکارم مسئول، اول ویدئویی رو ببینید از روستای ناو فرح برای که برای ما ارسال شده. سرپل زهاب این ویدیو رو میفرستم. وضعیت ماست به این شکل، کنار آتیش داریم سر میکنیم، فقط با پتو، احتیاج به چادر داریم، احتیاج به وسایل نفتی و گرمایی داریم که اگه فردا روزی بارون بباره از سرما یخ نزنیم. همین کل روستامون هم مثل ما، فقط ما تنها نیستیم، کل این روستایی که الان دیگه مشخص نیست تو ویدیو، ولی واقعا احتیاج داریم به چادر، پتو، بخاری یا نفت، همینجور وسایل. برق روستا رو گفتم درست کردن، تا حال حاضر که برق نیومده. گفتن که به خاطر آب روستا چون با برق کار میکنه پمپ آب، گفتم درست کردن، تا حالا که هنوز چی درست نشده و بعد ما نه آب داریم نه برق داریم. به خدا من گوشیامو که دارم شارژ میکنم با سیم شارژ جافندکی ماشین دارم گوشیامو شارژ میکنم. ما اینجا سرپل زهاب هستیم، قسمت تازه آباد. الانم تو یه گوشه از استادیوم ورزشی اینجا نشستیم بدون هیچ گونه امکاناتی. یعنی من خودم تو چادر مسافرتی هستم، وقتی یه ماشینی چیزی از اینجا رد میشه یعنی کل خانواده میرن که بلکه پتوی چیزی نصیبشون بشه. اینجا واقعا خیلی سرده، بعد باید تو بین جمعیت مثلا 200-300 نفری بری زودتر هم برسی و خیلی هم جز هیکلی باشی تا ازت نگیرنش. یعنی من خودم اینجا کسی نیست، مثلا داداشم و مامانم میرن به زور، بعضی موقع هم تنس برای چیزا رو میارن ازشون میگیرنش. کمک های مردمی واقعا خیلی زیاده، یعنی امروز صبح نانواییاشون کلن برای مردم سرپل داشت نون درست میکرد. یعنی حتی چند تا جا که من رفتم یک سره داشتن نانا رو بسته بندی میکردن، میگفتن برای مردم سرپل و وسایل گرمایشی، پتو، مواد غذایی. مردم اکثرا خودشون میومدن در هلال احمر که برای سرپل بفرستن، ولی متاسفانه من رفتم اونجا و برگشتم اصلا انگار هیچ کدوم از این کمک‌ها به دست مردم نرسیده بود. وضعیتشون خیلی افتضاح بود، یعنی اصلا آدم اونجا که میرفت اصلا گریهش میگرفت واقعا به حال اون مردم. میگن اون ورودی شهر سرپل زهاب، میگن خوب تقسیم نمیشه، میگن اونجا ورودی شهر سرپل زهاب هر کی که میاد میبره میگه من پخش میکنم. معلوم نیست اصلا کجا میره این کمک‌ها، چرا نمیرسه به دست مردم.
با بچه‌ها و بچه‌های ریز و همه زن و بچه‌ها رو کردیم تو این چادرایی که خودمون با کارتون و گونی درست کردیم. بقیه‌اش هم خودمون میریم از این چوبا و هیزما کنار رودخونه میاریم، آتیش روشن کردیم تا صبح. صبح هم دوباره میریم تو شهر ببینیم یه چیزی برای خوردن گیر میاریم برای این بچه‌ها. الان مردم اینجا به چادر، به غذا، به آب، به وسایل گرمایشی بینا کم نیاز دارن. الان حداقل من الان باید یه چادر 12 نفره به من میدادن، یه چند تا پتو به من میدادن. من رفتم از زیر آوارها پتو آوردم، رفتم تو شهر از زیر آوار پتو بیرون کشیدم آوردم اینجا که برای این بچه ها. میری فرمانداری میگه برو شهرداری، شهرداری میگه برو حلال عمل، حلال عمل میگه برو نمیدونم ارتش. فقط خدا وکیلی تنها نهادی که به ما کمک کرد ارتش بود. ارتش از اول روز وارد جریان شد، کمک کرد، جسد رو از زیر زلزله بیرون آوردیم. روی خط تلفن مهدی، یکی از افرادی که داوطلبانه برای هماهنگی عملیات امداد رسانی به منطقه رفته، از کرمانشاه با ماست. مهدی ممنون که وقت گذاشتی. اول برامون از مشاهداتت بگو، صحبت‌های مردم رو شنیدیم، تو بگو که چطور دیدی در واقع عملیات کمک رسانی به زلزله زدگان رو. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. من در خود شهر کرمانشاه ساکن هستم و در یک روز گذشته به مراکزی که محل جمع‌آوری کمک های مردمی بود سر زدم، برای اینکه ببینم چه اقلامی واقعا کمه، برای اینکه تهیه کنیم و به دستشون برسونیم. سه مرکز مهم خودشون تعیین کرده بودن که به اونجا مراجعه کنید و اقلامتون رو بدیم. من بیشترین چیزی که اونجا دیدم آب معدنی بود. البته خب مشخصه که وضعیت خوب نیست اصلا، مثلا در منطقه سربرده ها به خاطر سرمایی که وجود داره نیاز به پتو دارن، نیاز به چادر دارن، وسایل گرمایشی دارن و مواد غذایی. ولی کمترین چیزهایی که می دیدیم چادر بود و لوازم گرمایشی، ولی همینطور لوازم بهداشتی و همینطور مسائلی که مربوط به کودک بود، یعنی مخصوصا شیر خوش برای زیر 6 ماه، بالا 6 ماه، شیشه شیر خوش، نوار بهداشتی برای بانوان، اینا واقعا کم بود. در وسایلی که من میدم اصلا خیلی کم به چشم میخواد. شما ولی گفتی که حداقل آب به مقدار زیاد میدیدی که اونجا بوده، آب معدنی، ولی بسیاری همین امروز به ما میگفتن که مثلا آب به دستشون نرسیده و آب ندارن. فکر میکنی کجای کار یا حداقل از مشاهدات خودت فکر میبینی چه جایی اشکال داره که این مواد نمیرسه به دست زلزله‌زدگان؟ ببینید من چند تا از دوستانم که رفتن به منطقه و کمک‌هایی که ما جمع میکنیم و اونجا پخش میکنن میگن که خیلی از اقلام قبل از اینکه برسه به شهرهای اصلی مثل سرپل در روستاها و طرف مردم گرفته میشه، چون اونا واقعا نیازمندن. الان کمک ها اول رفته برای شهرهای بزرگ و روستاها رو انگاری فراموش کردن. حتی خیلی از روستاهایی که دسترسی بهشون سختتر، آواربرداری هنوز نشده و آمار درستی ما ازشون نداریم. برای همین در مسیر بعضی مواقع گرفته شده از مردم و مثلا به شهری مثل سرپل نرسیده. حالا امکانات این مردم در روستاها اجازه بهشون نمیده که خیلی رسانه‌ای کنن این ماجرا رو، ولی خب وقتی در سرپل این کمی احساس میشه رسانه‌ای تر میشه. من فکر میکنم که ممکنه در راه گرفته شده. ارتش و هلال احمر همینطور که خیلی از مردم گفتن واقعا بیدریق دارن کمک میکنن به منطقه و خیلی دارن با تمام وجود دارن کار میکنن. و آیا شما خودت یا دوستانتون سری به روستاهایی که در واقع به شدت نیاز به این کمک ها دارن زدن و شرایط رو دیدین؟ بله، من نرفتم ولی میگم من در خود کرمانشاه بودم برای جمع‌آوری این کارها، ولی دوستانی هستن که الان در منطقه هن و حتی تا نزدیکی های مرز رفتن و به روستاهایی که با ماشینای رفتن که بتونن برن، به روستاهایی رفتن که هنوز هیچ اقدامی در اونجا صورت نگرفته و هیچ کاری براشون انجام نشده. بله این ماجرا هست. ما امشب هم باز داریم کمک‌ها رو جمع می‌کنیم که فردا اول صبح براشون ارسال بشه، حداقل تا اونجایی که میشه. ولی واقعیت اینه که خیلی مواقع همون ماجرای راهزن‌ها که اتفاق افتاده، کالا رو از دستشون گرفتن،
ما ترجیحمون اینه که چندین ماشین جمع شن و چند اینا کاملا کمک های مردمی، هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی پشت ماجرا نیست. یه چیزی که میخواستم بپرسم، آیا نهادهای دولتی اجازه به مردم میدن که به صورت شخصی هم کمک بکنند اگر میخوان درگیر کمک بشن یا نه؟ تا الان برای ما که این کار انجام دادیم هیچ مشکلی پیش نیومده و هیچ ارگانی نیومده جلوی ماجرا رو بگیره، چون اینقدر واقعا مسئله زیاده و اینقدر نیرو کمه در یه جاهایی و کالا کمه که فکر میکنم استقبال هم بکنن از این ماجرا. امیدوارم واقعا شرایط بدتری به وجود نیاد و اتفاقاتی که در زلزله هم افتاد و در زلزله‌های دیگه افتاد، تاراج‌هایی که شد در این ماجرا، این در این منطقه واقعا کمتر اتفاق بیفته که این کمک‌ها واقعا به دست مردم برسه. مردم یه مقداری بی‌اعتمادن به کمک‌هایی که میشه. من همین الان دوستانی که دارن لطف می‌کنن و کمک می‌کنن، واقعا می‌دونم که بعضیشون با شک و تردیده به خاطر اینکه اتفاق افتاده و کمک‌های دولتی در زلزله‌های گذشته، در اتفاقات گذشته، بعضی هاش اصلا به دست نیازمندان نرسیده. حالا این دولت باید فکر کنه که چه کار کرده که انقدر بی‌اعتمادی وجود داره، اون مسئله دیگه ایه. ولی واقعیت اینه که مردم الان به خود مردم بیشتر اعتماد دارن و واقعا با روی باز استقبال میکنن از این کمک. ممنونم از شما مهدی از کرمانشاه روی خط تلفن با ما. زلزله اخیر از یک نظر دیگر هم متفاوت بود. فضای مجازی، از مصیبت دیدگانی که چشم به راه کمک‌های مردمی دارند تا کودکی که پول تو جیبیش را اهدا می‌کند، حالا به لطف شبکه‌های اجتماعی خیلی از این داستان‌ها که معمولاً از دیده‌ها پنهان می‌ماند روایت می‌شود. خبرنگار ما سیاوش اردلان چرخی زده در فضای مجازی و قصه‌های تلخ و شیرینی از آسیب دیدگان زلزله در غرب ایران پیدا کرده که اون‌ها را برای شما روایت می‌کند. آنجا که دفتر سازمان ملل در تهران از زبان جامعه جهانی با پرچمی نیمی افراشته به ملت ایران تسلیت میگوید. این پیام تسلیت را ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی ثبت کردند و با همرسانی این ویدیو به نوبه خود به زلزله زدگانی تسلیت گفتند که دوستانشان را با دست خود خاک کردند یا کوشیدند عزیزانشان را از چنگال عجلی که با خاک و آوار می‌آید نجات دهند. تا از سرپل زهاب رسیدم زلزله آماده بود. پدرم زیر این سنگ و آهنینه گیر کرده بود. پدرم که در آوردم دیگه تمام کرده بود، خاکیش کردم. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی روایتگر مصیبت‌ها و مصائب است. مصائب آنهایی که هرچند زخم جنگ به تن دارند ولی حالا درگیر جنگی دیگرند. جنازه است و شرافتم روی دوشکم آن کرمت کفنیان. دردمندی اغلب با گلایه همراه است. گلایه از آنچه می توانست رنج ها را بکاهد، مثل چشم به راه ماندن کمک هایی که هنوز نیامده. هیچ کسی به دست ما نرسیده. تقاضا دارم یک فیلم تصویری که به دست مسئولین برسه، شاید کمکی به این مردم بکنه. یا گله از پر کردن هواپیما با کمک های روحانی به جای کمک های مادی. اینها عبرت هستن برای بقیه. گله از آن روحانی که آنقدر به فکر دنیای فانی است که گویی با بخت برگشتگان دنیای باقی همدلی ندارد. این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست. ولی شبکه های اجتماعی فقط روایتگر گلایه ها نیست، بلکه راوی همه خوبی ها و بدی های انسان در شرایط سخت است. مثل خوبی امدادگران دولتی که زخمی ها را منتقل کردند، مثل خوبی مردمانی که برای اهدای خون به مراکز هجوم بردند، تا سازمانی که می‌خواهد نشان دهد کمک‌های اهدایی برای خودش را به زلزله زده‌ها می‌دهد. این کمک‌ها و تعهدات را که به 1 میلیارد تومان بالغ می‌شود مستقیماً به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند. تا آن دختر مدرسه‌ای که درس سخاوت و همدردی می‌داد. من خودم دو تا کتاب خونه پر کتاب و مجله دارم. اونم بیشتر می‌خونم. از این داستان ها زیاد است. حتی داستان کمک بهترین دوست انسان یا داستان آنهایی که برای سامان دادن به کمک های مردمی گرده هم می آیند و آنهایی که کمک های مردمی را در جاده ها شبانه می روبایند. مسئولان البته گفتند چنین اتفاقی نیفتاده، شاید، ولی هرج و مرج در رساندن کمک هایی که صحیح و سالم رسیده ولی ناسالم توزیع شده جای انکار ندارد. یا پروژه های مثل مسکن مهر که قرار بود ثواب کند ولی این زوج را کباب کرد. ماما
مامانم و خواهرم و مامان بودم همه را دست دارم بدبخ شد. حالا که با زلزله زدگان اشک ریختیم، اندکی هم با آنها لبخند بزنیم، با آنهایی که حتی زیر چادر دست از هواداری تیم محبوب خود بر نمی دارند، ویوا ایتالیا، یا آنهایی که رویش یک جوانه را در میان گلهای پرپر به رخ می کشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بسیاری از شما با برنامه هشتگ شما هم تماس گرفتید، همینطور روی فضای مجازی نظراتتون رو برای بی بی سی فرستادید. فرین تقی‌زاده هم سری زده به فضای مجازی، الان اینجاست با بیشتر از این داستان‌ها. فرین. بله، اجازه بدین که از عکس‌هایی بگم که امروز خیلی در توییتر توسط کاربران توجه بهشون زیاد شد. از عکسی بگم که توسط روابط عمومی سر به هر شهری که آقای روحانی بهش سفر کرده و سر پل ذهاب منتشر شده بود و این عکس رو خیلی ها بهش انتقاد کردن که چطور در این فاصله کوتاه میتونن همچین عکسی رو منتشر کنن، چاپ کنن و به هر حال به این موارد رسیده ای کنن تا به جای اینکه به وضعیت مردم بخوان رسیده ای کنن. از طرف دیگه عکسی که نماینده های رهبر ایران در یک هواپیمایی توش حضور داشتن تا به محل مناطق زلزله زده برسن، هم باز انتقادهای زیادی رو برانگیخت. نریمان این رو توییت کرده و گفته که هواپیمایی که میتونست مواد غذایی و دارو پتو رو منتقل کنه، یک مش روحانی رو جابجا کرده. و همینطور از وحید خسروی هم عکسی منتشر شد که با عروسکش بین بچه‌های آواره و کمپین زلزله زده‌های سرپل ذهاب حضور داشته، اینکه به وضعیت بچه‌ها و کودکان هم باید رسیدگی بشه و از وضعیت روحی اونها هم از نیازمندی‌هایی هست که الان این افراد دارن، زلزله زده‌ها در این مناطق دارن، صحبت شده در بین کاربرا. ولی فقط این انتقادها به این نیستش که مسئولا در ایران دارن چطور برخورد می‌کنن، یا آقای روحانی رفته در سرپل ذهاب از ماشینش پیاده نشه شده. این هم موردی هستش که چشم تیز کاربران اون رو گرفته امروز و بهش توجه کردن، اومدن مقایسه کردن. ما مثلا دورانی که اوباما ریاست جمهوری بوده و وقتی که مثلا این دو تا عکسو گذاشتن کنار همدیگه، سمت چپ عکس حسن روحانی هست در میان زلزله زدگان سرپل ذهاب امروز، سمت راست باراک اوباما هست در میان آسیب دیدگان طوفان سندی اکتبر 2012. یعنی که یک ریاست جمهوری میره و قاطی مردم میشه و به نوعی درد اونها رو حس میکنه. انتظار داشتن که آقای روحانی از ماشینش پیاده بشه. فقط این نیست که حالا ریاست جمهوری ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن در وضعیت بحران، خود ریاست جمهوری‌های سالهای گذشته رو هم در ایران با همدیگه مقایسه کردن، به خاطر اینکه این تنها زلزله‌ای نبوده که در ایران اومده و فاجعه برانگیخته. مثلا هدا اومده این توییتو کرده، گفته که خاتمی دو روز بعد از زلزله بم در چادر زلزله زده ها حاضر شد، با اونها هم دردی کرد. روحانی هم فردای زلزله به کرمانشاه رفت، در میان جمعیت سخنرانی کرد. اما احمدی نژاد دو هفته بعد از زلزله ورزقان در میان زلزله زدگان حاضر شد و پیام تسلیت هم نداد. فرق رؤسای جمهوری این هست. از موقعی که زلزله اتفاق افتاد ما پیام های زیادی دریافت کردیم. امروز میتونم بگم که ویدیوهای زیادی هم به دست ما رسید، هم از طرف افرادی که در های مختلف حتی روستاهای مختلف ایران کمک های خودشون رو جمع‌آوری می‌کردن تا به مناطق زلزله زده برسونن، یا حتی اعضای هلال احمری که از دیشب داشتن این کمک ها رو و حتی چادرها رو می‌فرستادن به سمت این مناطق. من این ویدیو رو مثلا اگه برین روی اینستاگرام بی بی سی فارسی میتونید ببینید، اعضای هلال، یکی از اعضای هلال احمر بروجرد برای ما فرستاد و گفته بود که دیشب ما از 12 شب تا 7 صبح این چادرها رو داشتیم، فقط آماده می‌کردیم که منتقل کنیم به مناطق زلزله زده، ولی میگفت وسایل کافی انتقال نداشتیم، تا جایی که ماشین داشتیم، وسیله حمل و نقل داشتیم، اونها رو منتقل کردیم، هنوز هم چادر داریم. نوشته بود برای ما که 1200 تا چادر ما منتقل کردیم، ولی هنوز هم در انبارمون چادرهای وجود داره، منتظر هستیم که دستور از مقامات بالا به ما برسه و اینکه ما چطور بخوایم این رو منتقل کنیم. از وضعیت آبی که در اون مناطق مخصوصا سرپل ذهاب امروز وصل شده بود در روستاهای اطراف برای ما ویدیو فرستادن، آبشون اونقدرها شفافیت لازم رو نداره، شور هستش. بقیه روستاها در پاسخ به این کاربران به ما میگفتن که باید صبر کنید، یک روز بگذره و بعد کیفیت آب بهتر خواهد شد. در همه اینها میتونم بگم که
بودند کاربرانی که و مخاطبینی که برای ما صدا میفرستادن که از بدیهای اتفاقها فقط نگید، از کمبودها فقط نگین، هستن امدادرسانی که یا حتی مثلا ارتش و سپاه که دارن کمک میکنن و انتظار نباید داشته باشیم که در روز اول همه امکانات به دست این مناطق برسه، ولی میزان حجمی که ما پیام دریافت کردیم، ویدیو دریافت کردیم از روستاهایی که حادثه دیدن و ویران شدن اونقدر هستش که اینها رو پوشش خبری باید داد و به نوعی صدای اونها باید باشیم. حتی یه سری از مخاطبان ما میگفتن که این روستاهایی که آسیب دیدن، مردم در اونجا نمیتونن خونه هاشون رو ترک کنن به خاطر اینکه تنها چیزهایی هست که دارن و حتی اینترنت یا تلفن هم ندارن که بخوان صدای خودشونو بفرستن. از دوستاشون خواسته بودن که صدای اونها باشن، مشاهداتشون رو برای ما از این طریق، از طریق دوستاشون در شهرهای اطراف فرستاده بودن. خلاصه @BBC شما در تلگرام پیامگیر ما هست. اگر احساس کردین که میتونید صدای دوستاتون باشین، صدای فامیلتون باشین، میتونید از این طریق برای ما صداهاتون رو بفرستین. در بقیه بخش‌های خبری و برنامه رادیوی BBC هم حتما منتقل خواهد شد. ممنونم از تو فرح تقی‌زاده از بخش هشتگ شمای BBC. اما در زلزله اخیر یک بار دیگه بحث ایمنسازی سازه ها در ایران مطرح شد که این بار محور اون پروژه مسکن مهر بود. بلافاصله بعد از زلزله تصاویر زیادی در شبکه‌های مجازی از آپارتمان های مسکن مهر در سرپل ذهاب منتشر شد که به شکل گسترده ای آسیب دیدن، در حالی که از عمر اونها چند سالی بیشتر نمیگذره. مسکن مهر از برنامه های دولت محمود احمدی نژاد بود برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد. همین مورد انتقاد دولت حسن روحانی بود، بیشتر به خاطر تاثیرات اقتصادی اون. این بار اما هم مسئولان دولتی هم بعضی نمایندگان مجلس میگن که باید بحث ایمنی این ساختمان‌ها حالا به طور جدی بررسی بشه. یک مهندس ناظر از تهران روی خط با ماست که البته به دلایلی حاضر نیستن که اسمشون رو بگم. من از شما خواهش میکنم اول به ما بگید که چرا فکر میکنید که این آپارتمان‌های مسکن مهر در حالی که چند سالی بیشتر از عمرشون نمیگذره به این حد تخریب شدن؟ اشکال کار کجا بوده؟ با سلام خدمت بینندگان، اولا در مورد خاص زلزله کرمانشا علت اصلی اون که ما از تصاویر من برداشتم این بود عدم رعایت آیین‌نامه 2800 در مبحث قطعات الحاقی و والپوستینگ بود. اگر اینا تصاویر مناسبی رو سازه می شدن آثار تخریبی کمتری به جا می‌ذاشتن. حالا در نگاه کلی میشه موارد دیگه هم نام برد. من مواردی از جمله عدم استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌سازی ها، در بخش اجرا عدم استفاده از مجری صلاح و دخالت افراد فقط به واسطه تمکن مالی در سطح ساختمان بدون داشتن تخصص لازم. هیچقدر بگم فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟ آیا برای این بوده که مثلا هزینه ها رو پایین بیارند یا اینکه افراد ناآگاه این کار رو انجام دادن؟ دقیقا چطور ممکن هست که چنین اتفاقی بیفته؟ آیا میشه مثلا ساختمان ها رو بدون در نظر داشت اون چیزی که شما گفتید ساخت و عرضه کرد؟ ما در بحث ساختمان‌سازی قوانین مقررات خوبی داریم، مقررات ملی ساختمان آیین‌نامه 2800 از مقررات به روز جهان هستن و هر روز هم آپدیت میشن. اما در بحث اجرا متاسفانه تا کنون هنوز از مجوز ایسلا استفاده نمیشه و این حلقه گم شده صنعت ساختمان‌سازی کشوره. خب بحث همین هست، اگر که طراحی درست هست، به قول شما نظارت هم درست هست، ولی اجرا درست هست، مگه نظارت قرار نیست که روی طراحی و اجرا باشه؟ چطور پس فکر میکنید که اشکال کار فقط از بخش میانی هست؟ نکته این هم که در بحث نظارت هست مهندسین ناظر هنوز عنوانیش به اون بریزا محکوب نمیشن. صحیح. اکثر مهندسین شغلای تمام وقت دیگری دارن و گهگاه این به عنوان شغل دومشون محسوب میشه. صحیح. در این مورد خاص من چون اونجا اطلاعات خاص ندارم نمیتونم رو نظر کنم، اما چیزی که در تصاویر و اطلاعاتی که دست من رسیده بیشتر همون عدم رعایت مقررات آیین‌نامه 2800 که میتونید خیلی بهتر از اینا انجام بشه. ما عکسایی که دیدیم نشون میده که مثلا ساختمان‌های اطراف این ساختمان‌های مسکن مهر به این شدت آسیب ندیدن. خود آقای روحانی هم به همین مسئله اشاره کرده، گفته اونها حتی شیشه‌شون هم نشکسته. آیا این ساختمان‌ها
با این مشکلاتی که الان دارن قابل اصلاح هستند یا اینکه باید مثلا اینها رو دوباره کوبید از آغاز ساخت؟ نه اکثرا اینها سازه‌هاشون سازه‌های خوبی بوده و دوام آورده در مقابل زلزله و بیشتر دیوارها و نماها و قطعات الحاقیشون ریخته. اینا اگه در ابتدا با این نقشه کشی یا به صدای مناسب به سازه دوخته می‌شدن اصلا اتفاقات نمی‌افتاد. صحیح. خیلی متشکرم از شما که وقتتون رو به ما دادید. یک مهندس ناظر بودند از تهران روی خط تلفن با ما. اما مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از برلین آلمان با ما هستند. آقای جوادی، ایران با زلزله بیگانه نیست. هر از چندگاهی یک خبر زلزله، حالا قوی ضعیف، در جایی از کشور شنیده میشه. کشورهای دیگه که چنین مشکلی دارن، مثلا ژاپن، تونستند سازه ها رو به نوعی بسازن که کمترین آسیب رو ببینه در زلزله هایی که خیلی هم شدید هستن. مشکل کار در ایران کجاست به نظر شما؟ آیا نبود دانش، نبود سرمایه گذاری کافیه؟ چه چیزی باعث میشه که در ایران چنین سرمایه گذاری انجام نشده و سازه ها ایمن نیستن؟ خب من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. عارضم خدمت شما که من اول این صحبت دوست ناظرم رو اصلاح بکنم. آیین‌نامه 2800 تو ایران وجود داره، ویرایش چهارمش هم هست، ویرایش نسبتا خوبی، اما این آیین‌نامه خط اول مورد اولش اشکال داره و بزرگترین مشکل ما تو ایران مشکل استانداردی که بسیار ابهام داره. مثلا همین خط، مثلا مشکلی که وجود داره در مورد این آیین‌نامه که من الان دارم میبینم این هست که به عنوان مثال من خط اولش رو برای شما میخونم. ساختمان با اهمیت متوسط در زلزله تر آسیب عمده سازه‌ای و غیر سازه‌ای نبیند و تلفات جانی در آن حداقل باشد. خط دوم گفته که آسیب عمده نبینند به طوری که در زمان کوتاه قابل مرمت نباشند. منظور از آسیب عمده یعنی چی و در زمان کوتاه قابل مرمت باشند یعنی چی؟ یعنی تو اینا همشون ابهام داره. صحیح. یعنی پس قوانین مربوط به ساخت ساز در ایران، قوانین مربوط به ایمنی سازه ها ایراد داره. قوانین کامل نیست، قوانین توضیحات کافی نیست، گرچه با همه این شرایط عکسایی که من دیدم از پروژه ها و عکسایی که من دیدم از ساختمان ها عموما این مشکل جدی رو دارند که حالا نماشون فرو ریخته و دیوارهای غیر باربر خارجی فرو ریختن. خب سازه نگه داشته، سازه ما مشکل طراحی نداریم، ما اینجا میتونیم دست مهندسایی که مهندسای سازه که اینا رو طراحی کردن بفشاریم و از این مسئله رد بشیم. اتفاقی که توی ایران داره میفته لاقل در مورد مسکن مهر یا خیلی از مسکنای دیگه که وجود داره بحث اجرا و طراحی هست. حالا میشه مستقیما راجع به مسکن مهر صحبت کرد که دقیقاً چه مشکلاتی داره. خب حالا اون توی هم اجرا هم نظارت ما مشکل جدی داریم، به علل خصوص توی مسکن مهر که قوانین اصلا برای مسکن مهر قوانین متفاوتیه. اما در کلم راجع به خیلی از ساختمان‌هایی که فرو می‌ریزن، من میخوام آقای جوادی همینجا اول ازتون بپرسم این مشکلی که میگید در اجرا در ساخت مسکن مهر وجود داشته چی بوده؟ چه قوانینی رعایت نشده که الان با این مشکل روبرو شده؟ ببینید اولین مشکلی که وجود داره توی بحث اجرا اینه که ما توی ایران، من دقایق قبل از مصاحبه با یک دوستی از ایران در دوستای طراح و حالا عزیزانی که توی نظام مهندسی ایران فعال هستن گفتگوی کردم. ببینید توی هر ساختمانی که شما توی ایران میسازید باید یک پیمانکار صلاحیت دار بیاد و مجری تر باشه. ما بدون مجری تر نمیتونید شما پروانه بگیرید. اما توی مسکن مهر مجری رو حذف کردن برای اینکه قیمت رو بیارن پایین، بنابراین هر کسی میتواند برود و مسکن مهر بسازد. به همین دلیل این افراد هیچ کدوم استانداردهای کافی رو ندارن، حساب کتاب نداره که این آقای بساز بفروش یا ایکس یا ایگرک کی هست که میاد اینو میسازه، بنابراین خب قابلیت نظارت هم وجود نداره. این نکته توی اجرای ساختمانه. نکته بعدی توی بحث نظارته، باز این مربوط به این دولت و اون دولت و آقای روحانی، آقای احمدی نژاد یا هیچ کس دیگه نیست. قوانین برای مسکن مهر قوانین متفاوتیه. توی بحث نظارت 30% به کسی که نظارت میکنه پرداخت میشه، یعنی یه نفر ممکنه 600 متر مسکن مهر رو نظارت بکنه، پول 200 متر رو میگیره. بنابراین هیچ رقابتی به نظارت اینا وجود نداره و هیچ دقتی هم وجود نداره. خب بذارید حالا یه ذره روشن‌تر در مورد همین بحث ایمن سازی صحبت بکنیم، نه تنها در مورد مسکن مهر، در مجموع آیا یک آمار دقیقی وجود داره؟ آیا میشه مثلا حساب و کتاب کرد گفت که چقدر باید هزینه بشه؟ چند درصد از هزینه یک ساختمان هزینه ایمن سازی این ساختمان هست و چرا اینقدر از این بخش معمولا میزنن؟
ببینید نمیشه حالا درصد قطعی گفت چون ساختمان‌ها شرایط متفاوتی رو دارن. ما فاجعه‌ای که مثلا توی سر پل زهاب ما دیدیم اینه که بر اساس من الان آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها مورخ 1369 هجری شمسی جلوی روم هست، قرار بوده ظرف یک سال تمام ساختمان‌های با اهمیت زیاد که بیمارستان شامل حالش میشه ظرف یک سال مقاوم‌سازی بشن و پروانه مقاوم‌سازی شدن رو بگیرن. 28 سال بعد از اون تاریخ که همچه قانونی تصویب شده ما شاهد فرو ریختن بیمارستان سر پل زهاب بودیم یا تخریب جدی. یعنی ما ابدا نباید تو بحث بیمارستان تخریب داشته باشیم. این اتفاقی که افتاده این نمیشه رقم قطعی گفت چون مثلا بیمارستان با منزل مسکونی با یک هتل با یک پاساژ فرق میکنه، نمیشه درصد قطعی گفت. اما مشکل جدی که وجود داره اینه که همونجوری که عرض کردم خدمتتون بحث‌های اجرایی و نظارتی وجود داره و قوانین رعایت نمیشه تا حد امکان و ما تو تاریخ جمهوری اسلامی هم تا حالا کسی رو نداشتیم که بابت اجرای غلط یا نظارت غلط به دادگاه کشیده بشه و محاکمه بشه. بنابراین این پروسه همیشه داره عقب میفته، برای اینکه چیزی نیست که مهندس ناظر مسئولش باشه یک نفر آدم رو ما بیاریم. قوانین از ابتدا از کانسپت مسکن مهر یا حالا کانسپت هزاران ساختمان دیگه که تو ایران ساخته میشه کانسپت اشکال داره، قوانین اشکال داره، طراحی اشکال داره و الی آخر. بسیار ممنونم از شما مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از برلین آلمان. متشکرم.